سرویس پذیرایی که ما تغییر رنگ دادیم در واقع انشالله که از رنگی کردیم خوشتون اومده باشه. یه گفتم بهتون هر رنگی که دلتون بخواد میتونید با سلیقه خودتون برای خونه هاتون درست کنید. حالا باقیدم خود توزیر اندرسون حتما باشم باسی اندرسون مجید به نظر شهر رو مافیا داره کم کم خوشگل میشه. با یه دست دوربین رو نگه داشتم فیلم برداری میکنم براتون با یه دستم دارم رنگ میکنم. خورشت قیمم هم دیگه داره ریز ریز قول میزنه آماده میشه. سیب زمینی هم قبل از رفتن سلام، حالتون چطوره؟ امروز من اومدم با قیافه خوابالود و پف کرده. الان ساعت 7 صبح ولی هوا فوق العاده خوب و عالی و بهاری دیگه کم کم داره بوی بهار میاد. بازم از پیش سبزه ها اومدم بهتون سلام بکنم. انشالله که سبزه های شما هم حالشون خوب باشه. انشالله که روزای خوبی رو پیش رو داشته باشین. من امروز دیگه کلی کار دارم. الان که اول باید برم صبحونه سما رو آماده کنم، لقمه براش درست کنم، برم مدرسه، بعدش نهار اینا درست کنم. یه سر امروز باید برم بیرون، کار بانکی دارم و کلی چیزا تو ذهنم که انجام بدم، یعنی یادداشت کردم. طبق معمول همیشه کارامو یادداشت میکنم که فراموش نکنم. بریم ببینیم به کدوم کارامون امروز میرسیم. بریم با هم دیگه یه روز قشنگه که بوی بهار داره از توش میاد و شروع کنیم، البته با انرژی زیاد. آخه آدم 7 صبح بیدار میشه جون؟ سر ساعت 7 صبح آقا بیداره، سموم خود بره مدرسه، اینم بیدار شده. بیا اونجا دراز بکش پسرم برای لقمه مدرسه سما ناگت مرغ سرخ کنم با خودش ببر مدرسه. برای ناهارم تصمیم گرفتم خورشت قینه بذارم. کم زیاد شد. من لپه رو همیشه نفر یه مشت میریزم. داداشم هم برای اونم هستش، برش غذا میدم، مامان نیست، بخاطر همین کم زیادتر درست میکنم. بعد قیمه چون خونی ما زیاد خورده میشه همچه یکم بیشتر درست میکنم، میزم یخچال مثلا یه وعده برش شام اینا هم بچه ها میخورن. نمیرم خیس کنم بیام آجیرم مدرسه. بای بای کردی باشون؟ رفتن. بای بای کن، بای بای کن. اول بونت بر بیا تو. خدا سهد را قشنگه. چی شد؟ آقا، آقا، دست ازن، ببند داره کشو رو. آفی؟ آره آفی.
هم دیگه سرخ کردم، گوشت و پیاز و لپه با یه مقدار رو، البته رو با همش رو نمیزنم. بعد آخر سر که خورشتم فوق یه دو قرص دیگه هم رو تفت میدم همراه عدی قیمه، آخرهای کوخ بهش اضافه میکنم. چه؟ پوله باش دیگه خورشت قیمه هم بری بپذه، چوب دارچین هم اضافه میکنم. بهش فلفل زردچوبه هم که زدم. آب جوش همیشه من به خورشت هم اضافه میکنم که گوشش زودتر بپزه. برنجم خیس کردم همراه نمک دیگه، برم به بقیه کارام برسم. آخه چرا اینقدر منو بوس میکنی؟ مهربون، مهربونم. خب من رفتم بیرون، کار بانکیمو سریع انجام دادم، یکی دوتا خرید کوچولو داشتم انجام دادم، اومدم سریع برنجم رو آبکش کردم، خواهد چقدر داغ بود، برنجم داره دم میاد، خورشت قیمه من دیگه داره ریز ریز قول میزنه آماده میشه. سیب زمینی هم قبل از رفتن خلال کرده بودم و داخل آب گذاشته بودم که نشستش بره. داره سیب زمینی رو سرخ کنم. من کلا برای قیمه تو حتما سیب زمینی سرخم، اصلا چیپس خلالی خوشم نمیاد. دو مرحله سرخ میکنم، بعد سیب زمینی هم زیاد سرخ کنم چون بچه ها خیلی دوست دارن. خب دیگه خورشت قیمه هم بعد از رفتن من داخلش پرک لیمو خشک ریختم، دیگه خود لیمو خشک اضافه نکردم، پرک داشتم پرک اضافه کردم. الان هم دیگه وقتشه که ادویه قیمه هم اضافه کنم. ادویه قیمه یه طعم و عطر خیلی عالی به خورشت قیمه میده که عطاریا دارن، همین اسم ادویه قیمه میتونید ازشون بخرید. ترکیب فکر میکنم هل، زنجبیل، بعدش دارچین، یه خیلی خوشبو و عطره دیگه، یعنی بزنید قیمت به قیمه بزنید عاشقش میشید. یه خورش هم یکم دیگه بعد آبش کشیده بشه و حسابی جا بیفته. گوشت و لپش هم کاملا پخته، نمکش هم راستی الان اضافه کردم. دیگه من دیدم ربش کافیه، دیگه رب دوباره سرخ نکردم، اضافه نکردم، ربش خوب بود دیگه، اندازه است. این هم از سیب زمینی ها. دیگه همه گیتون خالی. خب طبق قولی که داده بودم در مورد این ظروف چوبی که میخوام که رنگشون رو عوض کنم، گفتم که برای حالا بعد از عید ببرم خونه رش اونجا استفاده کنم، دیگه اینا رو نمیخوام اونجا استفاده کنم، اینا رو پارسال درست کرده بودم، گفتم هم چوبی هم سبک هم خطرناک نیست. برای عید پارسال اینا رو استفاده کردم چون صدرا همش وسیله رو دست میزد، گفتم اینا دیگه خطرناک نیستن. طریقه درست کردنش هم خیلی از من میپرسین که اینا رو چجوری درست کردی. ببین من اینا رو به یکی از نجاریای شهرمون سایز دادم، مثلا گفتم که برام مثلا چند تا تختی گرد با عرض 30 سانت برش بزنن، مثلا حالا میتونید مثلا بگیم 5 میل 3 میل، زیاد نباید قطرش مثلا زیاد باشه، کلوف بشه زیاد قشنگ نمیشه، هر چی ظریف‌تر باشه خوشگل‌تره. بعدش مثلا گفتم حلقه برام برای همون حلقه درست بکنه مثل این.
این مهره ها را جداگانه گرفتم. بعد تخته ها به صورت خام بود همشون. اینا رو با رنگ اکرولیک سفید رنگ اول سنباده زدم، چون اینا اصلا چوب میگم خام بودن، یعنی همین نجاری فقط برس زده بود طبق سایزهایی که خودم داده بودم، سایز بندی. مثلا این فکر میکنم سایز 30 باشه، این سایزش مثلا 22 اینا باید باشه. اینا رو من آوردم خونه گرفتم، قشنگ سنباده زدم با سنباده زب، با این سنباده ها که از مثلا لوازم مسائل ساختمانی میتونید تهیه کنید. قشنگ سنباده زدم که جای قشنگ اون رگه های برش چوب بره صاف و یک دست شد. بعد از اینکه صاف شد پاک کردم قسمت تخته، حالا کف و حلقه ها رو اینا رو همه رو با رنگ اکرولیک سفید رنگشون کردم. بعد قسمت این پایه ها رو میبینید، پایه ها و این جاشمی ها، دو تا سامری اون رو هم نشون بده، اون هم که جای کیکه، این هم اون یکی هم رایزره، حالا برای هر میوه شیرینی همیشه میتونید استفاده کنید. حالا طرح استفاده شون چیدمانشون سلیقه دیگه، هر کس برای یه چیزی استفاده میکنه. پس این قسمت ها رو من شاپان زدم. شاپان هم مسائل ساختمون فروشی ها مسائل اونایی که مسائل ساختمون میفروشن دارن. شاپان شما میتونید با تینر قاطی میکنین، حالا هر چقدر تینرش بیشتر باشه شاپان روشن‌تر میشه، هر چقدر تینر ببینید، مثلا من دو رنگ درست کردم، یکیش کم رنگ یکیش پر رنگه، هر چقدر تینرش کمتر باشه شاپان تیره‌تر میشه. یک لایه اینو با قلمو خیلی زدم روی قسمت چوبای خام، بعدش گذاشتم خوش شده. شاپان هر چقدر بیشتر چند بار تکرار بکنید تیره تر میشه. بعدش اگر دوست داشته باشین براق بشه روش میتونید حالا دوباره چیز بزنید، براق کننده بزنید، یا از این اسمش الان من یادم رفته چی میگن که به در و چوب و اینا میزنن، اسممون فراموش کردم، حالا یادم اومد بهتون میگم. ولی من نمیخواستم چون براق بشه، هم مات میخواستم چون دیگه بعد از شاپان دیگه چیزی نزدم، گوشتم خوش شد. حالا الان برای تغییر این مهره ها رو هم که میبینی سایز بندی هست، این مهره هایی که من گرفتم شماره 16 بود، اینا رو هم با چسب چوب، یعنی اول همه حلقه ها و همه تخته ها رو رنگ کرده بودم، خب بعدش گرفتم مثلا برای درست کردن این سینی تخته اولی رو گذاشتم، بعد از رنگ شدن خوش شدم. این مهره ها رو دونه دونه با چسب چوب چسبوندم دور تا دور، بعد از اینکه قشنگ فیکس شد این حلقه رو هم دوباره روش رو چسب زدم گذاشتم روش، بعد یه جسم سنگین مثلا باید بذارین که قشنگ فشار بیاره به این مهره ها، قشنگ مهره ها به دو طرف به هم تخته بالا و هم تخته پایین بچسبه. حالا من چون استفاده کردم چون یک ساله و هی شستم هر دفعه مثلا خب برای پذیرایی، این مهره های من بعضی جاها چون چسب چوب با آب چیز میشه دیگه کم کم میره، مهره های چند جای در اومده. حالا الان میخوام هم مهره های در چسب چوب هم هر چقدر زور زدم نتونستم باز کنم، صفر شد. حالا آقا سعید اگه برسه به موقع اینو بدم برای من بازش کنه، حالا فعلا با اون کاری ندارم دیگه. میگم با چسب چوب اینا رو همه رو میتونیم فیکس بکنیم، همه اینا رو همه رو با چسب چوب زدم. فقط برای وسط این استند دو طبقه گفتم وسط اینو زیر این، الان این یه تیکه است، اینم یه تیکه است، اینم پایه هاشه، اینا رو همه رو سوراخ کردم، میخ زدم، یعنی یه دونه میخ الان به میخای ریز و اینم اینجا پیچ شده این پایه، این چون حالت سنگینه با چسب نمیچسبه، این حتما باید یه دونه پیچ مثلا پیچ رو بعد بزنید سوراخ بکنید اینو، بعد داخل این قشنگ اینو فشار میدین، داخل اینم باید یه سوراخ ریزه بکنین، آروم آروم فشار میدین چوبه دیگه اون خودش فرو میریز، از آروم باید ضربه بزنین، مخصوصا اگه چوب حالت خامه که یه وقت ترک بر نداره. خلاصه این دوتا میگم پیچ شدن، ولی بقیه کارا رو همه رو با چسب چوب چسبوندم. درست کردنش خیلی راحته، قیمتش هم خیلی باصرفه است. البته من پارسال حواس بکنم نهایتا برای من 200-300 تومن با رنگش دادم، مثلا شاید تا 300 تومن برای من با هزینه رنگش در اومد که آمادش فکر میکنم نزدیک 2 میلیون بیشتر بود اون زمان پارسال.
حالا بازم هنوزم موده، شما میتونی هر رنگی با چیدمان خونتون این ست های چوبی رو درست کنید. من پارسال حالت سفید رو با مثلا حالت چوب خام روشن کردم که به این ست مبلمان هم بیاد. حالا الان چون میخوام ببرم برای رش، میخوام تو تیرشون کنم که متفاوت باشه کلم، میخوام توسی طلاییشون کنم. حالا الان از این رنگای مولتی خریدم که اینا یه رنگای فوق العاده عالی هستن، از اون رنگای آکرولیک هم بهتره. اون با این رنگا شما مثلا از نزدیک بگیر، با این رنگا شما هر سطحی رو میتونید رنگ کنید، یعنی میتونید کولرتون اگه رنگش زرد شده، یخچالتون اگه کهنه شده درش مثلا رنگ به زردی گرفته، لوازم برقیتون، شیشه، هر چیزی، حتی قابلمه، کشری، قوری. فقط برای جسمایی که روی حرارت میخوام قرار بگیرن اگر بخوایم باش رنگ کنی، باید 21 روز از اون وسیله استفاده نکنیم، باید بمونه قشنگ خشک خوش بشه، بعد از 21 روز استفاده کنیم. ولی نه، مثلا حالا برای یخچال و وسیله چوب و شیشه و اینا هر چیزی که خواستیم، حتی کابینت، برای کابینت خیلی استفاده میکنن، یا کمد کنه، چه میدونم جا شمعی، هر چیزی که دوست داشته باشین. یعنی من میگم با اینا به راحتی میتونید رنگ کنید میز نارخوریتون رو، یعنی میتونید تغییر رنگ بدین که دکوراسیونتون عوض بشه. حالا من اینا رو میخوام تیره بکنم. بعد حلالشون هم خوبیش اینه که آبه، یعنی شما به راحتی با آب میتونید اینو حالا رقیقش بکنید، تینه رو اینا هم نمیخواد. من میخوام یه دست حالت توسی بکنم، هم رنگ مشکی گرفتم هم توسی. حالا یکم میخوام دوتایی با هم قاطی کنم، یکم درست کنم سمجون بیان. بعد اینا تو سایزهای مختلف، این کوچکترین سایزشه که میتونید از اصلا بزنید رنگای مولتی سرچ بکنید داخل این استو براتون میاره. مولتی در واقع مولتی سورفیس هستش اسم رنگش. من یکم توسی و یکم هم میخوام مشکی بریزم که تیره تر بشه. این خیلی توسیش خیلی روشنه، دوست ندارم. یکم توسی با یکم مشکی قاطی کردم دیگه. من سفیدشم گرفتم که یه وقت خواستم مثلا روشن، توسی روشن داشته باشم، با سفید قاطی کنم. یکم مشکی بیشتر. خب ببینید داریم رنگ میکنیم. سمام داره انجام، سمام جان داره شروع میکنه. زیاد نزن، حجم رنگ زیاد نزن، کم کم گردن. آره دورشو بگی ماما، رنگشو دورشو بگی با قلمو. اینجا رو یا داره شوره میکنه. بس این شد ترکیب رنگ مشکی و توسی روشن با آب. یه دست باید بزنیم بذاریم خشک بشه، بعد دوباره یه دست دیگه بیرون. حالا داخلش خیلی مهم نیست دو دست رنگ بخوره، ولی بیرونش اگه دو دست رنگ بخوره خیلی قشنگتر و تمیزتر میشه. تو اینم زیرش سفیده، حالا این حتما نیاز داره دو دست رنگ بخوره. آفرین، مورا رو با دقت بزن که قشنگ همشون تیره بشه. پایش چوبی باشه خوشگل میشه ها، نه مشکی باشه قشنگ میشه. چرا مشکی هم قشنگ میشه، پایش مشکی باشه بالاش توسی. حالا من یه چای بخورم. خودت چای نمیخوردی؟ نه. خب ببینید این یه دونه رو آماده کردیم، بالاش توسی،
مهره هاشم طلایی. برای مهره هاش خب بیم ما دو دست رنگ فر کردیم، دو دست رنگ کردیم خیلی بهتر شد. این یه دست رنگ خورده که سما ببینید داره رنگ میزنه، این یه دست سما. آره یه دسته. یه دست رنگ میخوره. اون قسمت خوش شده. الان یه دسته. اینو من رنگ روش میزنی قشنگ میخوابه دیگه اونطوری. سری هم خوش میشه. رنگش اونطوری نیستش که مثلا بخوای بذاری. یعنی یه سمتو میزنی اون سمتش خوش شده. خیلی راحت. آفرین. سما خیلی قشنگ رنگ میکنه با دقت. خب اینا باید دوباره رنگ بخوره، ولی این که دو دست رنگ خورده ببین چه خوب شد. برای حالا قسمت مهره ها ببین، اینجا من رنگ طلایی دارم، این رنگ طلایی اکرولیکه، این رنگ طلایی انگشتیه. من این خیلی طلاییش دیگه تو ذوق، یعنی یه جوری خیلی طلاییه. من اومدم چیکار کردم، از همین رنگ توسی که اینجا دارم برداشتم یکم میریزم داخل یه دونه دلبکی، بعد یکم هم از اون طلایی این طلایی ها، این چون با انگشت بعد بزنیم این رنگ طلایی مایه رو اینو قاچیش کردم که اون زردی طلاییش رو بگیره. ببین این شکلی شد، یه طلایی مات تقریبا. بعد اینو حالا من یه دو تستی قبلی رو زدم به این شکل. ببینید دوست داشتید میتونید همه مهره رو بزنید، دوست داشتید میتونید با حالت سایه روشن بزنید، به قسمت بالاها حالت پتینه بزنید با ابر، یعنی دیگه اون سلیقه خودتون میتونید هر جور دوست دارید بزنید. من به مهره ها میزنم. بعد وقتی که خوش شد، حالا من اونو نزدم، اینو فقط همین با همین رنگ طلایی مهرهاشو طلایی کردم. این رنگ طلایی انگشتی هم اینطوریه که شما وقتی که اینو حالا خوش شد، به خاطر اینکه اگه بخواید دوست داشته باشین براق‌تر باشه، یه ذره انگشتتون رو میزنید به رنگ طلایی. الان اینو خیسه، من اینور میخوام براتون تست کنم بهتون نشون بدم. بعدش اینو مثلا اینجوری میزنید به جایی که میخواید، بعد حالا با یه با انگشتتون اینطوری میکشید، یه حالت براقه ببینید، حالت سایه روشن بهش میده. این رنگای انگشتی هم رنگای مختلف داریم تو بازار، نقره‌ای، طلایی، مسی، هر قسمتش میتونید مثلا دوست داشته باشی، میتونید مثلا لبه کارو میخوای یک کوچولو این قسمتش طلایی بشه اینجا رو این شکلی به این حالت. حالا ما اینا رو رنگ کنیم، آماده کنیم. انشالله که تا اینجای کار خوشتون اومده باشه. داره کم کم خوشگل میشه. با یه دست دوربین رو نگه داشتم فیلم برداری میکنم براتون با یه دستم دارم رنگ میکنم، با دست چپ رنگ میکنم. کلا من تو استفاده کردن دو تا دستم زیاد سخت نیستم، از دست چپم هم میتونم راحت استفاده کنم. خیلی کار سخته. مثلا نمیتونم. سری اونو پاک کنم، نمیخوام اون قسمتش تیرش. بیا با دستم. مشکی کن. نه حیفه، اون قشنگه. ما مشکی کنم زش میشه، خیلی دیگه دلگیر میشه. برو دستمالو، نه برو دو که دستمالو تمیز کن، بشو خیس کن بیار اب ندار. ما سعی کردیم که تا صدرا خوابیده
کار رنگکاری تموم کنیم. الان بیدار شده، خدا رحم کنه. الان باید بیاد بگه قلمو رو بدید به من. منه نقاشی کنه، رنگو بزنه این ور اون ور. داریم در سکوت کار میکنیم که متوجه نشه. براش کارتون گذاشتیم سرگرم بشه، حواسش به این ور نباشه. حالا خدا شکر سما خیلی کمک کرد، کار خیلی پیش رفت. چون باید هر کدومش دو بار سه بار رنگ میخور، به خاطر همین یه ذره طول میکشه. همه شو من انجام دادم، فقط تزیینش رو انجام دادم. خب بیشترش اصلا راست میگه سما خیلی کمک کرد، دستش در دیگه. این الان اون دوتا، یه دونه دیگه مونده، این انجام بدیم، یکی دیگه هم مونده دیگه آخرش میزنی ها. نه دست نزنی ها، دست کثیف میشه. مرسی ماشاءالله. خوبه. آفرین. برو بشین کارتون نگاه کن، بعد بابا برید در ده. برو بابا برید بیرون، برید بابا بیرون. برو بابا حاضر کن. نه لباس بپوش بعد دیگه، اونجوری نه. آقا صدرا. ما تصمیم گرفتیم که این قسمتی که رنگ چوبه رو دیگه رنگ نکنیم، همینطوری بذاریم بمونه. و یه چند جاش هم که سما رنگ کرده بود، رنگ مالیده شده بود، رنگ سیاه مالیده شده بود به این قسمت‌های چوبی. اگر مال شما این اتفاق افتاد، من یه ذره سنباده کشیدم با سنباده زبر روی اون کشیدم، اون قسمت‌های سیاهی کاملا رفت. بعد دستمال کشیدم، الان دوباره اون قسمتش رو شاپان میذارم که یه ذره رنگش تیره بشه. این هم دیگه آخراشه. خوبی این ست ها این که شما الان، من میتونم بعد از مثلا سال بعد کل اینا اصلا یه رنگ دیگه بکنم، مثلا کلش رو سفید بکنم با پتینه طلایی، اونم خیلی قشنگ میشه. به خاطر این توسی کردم که میخوام برای رش ببرم اونجا، یه ذره حالت تم توسی میخوام استفاده کنم. اینا رو همجور به خاطر همین رنگ توسی زدم. ولی خب شما هر رنگی که دلتون بخواد میتونید اینا رو رنگ کنید و هر سالم هی تجدید کنید رنگش و رنگای مختلف. یا حتی اصلا میتونید رنگ خود چوب باشه، اصلا رنگ نکنید، فقط شاپان بزنید، یا کلا بعضی رنگ گردویی میزنن دیگه، اون سلیقه دیگه، هر چیزی که خودتون دوست داشتید دیگه. همیشه دیگه میدونم که همه شما با سلیقه هستین. شده که خوشتون اومده باشه، چون خیلی پرسیده بودین گفتم برای شما فیلم بگیرم که نحوه کار و رنگ کردن و اینا رو هم ببینید. بودرشک صدرا باباش رفت بیرون، ما آخرای کارم تمام کنیم. خب دوستای خوبم، ببینید من این قسمت های چوبو که گفتم سنباده زده بودم، الان دوباره این قسمت رو ببین شاپان زدم. این قسمتی که شاپان زدم یه ذره تیره تره، این قسمت که شاپان نخورده روشن تره. البته یه ذره بمونه رنگش، وقتی تینرش میپره رنگش روشن تر هم میشه. سما جان بی زحمت تلفن جواب بده. شاپان هم که ببینید، از گفتم مسئله ساختمون فروشی ها میتونید بخرین. با تینر وقتی مخلوط میشه، اگر شاپان بیشتر بریزین تینر کمتر بریزین تیره تر میشه، تینرشو بیشتر بریزین شاپانتون روشن تر میشه. حالا این قسمت ها رو هم دوباره میزنم. اگر میخواین که مثلا براق بشه، میتونید از اسمش یادم افتاد،
از روغن جلو استفاده کنی، ولی روغن جلو رو من خودم دوست ندارم، یه پوشش مصنوعی میده انگار. ولی باز اگر دوست داری، من که خودم ماتش دوست دارم، دوستم همینجوری حالت مات باشه. ولی اگر شما خواستیم باز براقش کنی، با روغن جلو این کارو نکنی. یه ذره روغن بچه رو تو دستتون بزنید، بعد بکشین قسمت‌های چوبی، باعث میشه که یه ذره بهش جلا میده و این خطوط باز میشه، یه ذره براق میشه، از حالت ماتی در میاد. اگر دوست دارین که براق باشه، مات نباشه، این خوش بشه. میگم یکم هم روشن تر میشه. حالا میتونین شما شاپانو به صورت سایه روشن هم بذارین، مثلا یه قسمت های تیره، یه قسمت های روشن. یه همه اینا سلیقه‌ای دست خودتون، دستتون بازه توی کار، که هر چقدر دوست دارین میتونی سلیقه به خرج بدید. حالا من اینو انجام بدم، بعد بهتون نشون بدم. بله. خب من یه مقدار دیگه رنگ طلایی درست کردم به همون شیوه، رنگ طلایی و رنگ توسی رو قاطی کردم با همراه با یه مقدار آب که رقیق شد. من ببینید همون دستشویمون جای حوله و کلینیکس و این قسمت های طلایی دیگه بعد از چندی سال استفاده و رطوبت یا حالت سبز شده بود، نگاه کنید مثل این قسمت ها. من با این طلایی الان اگه دقت کنید از این قسمت همه رو دوباره طلایی کردم تا اینجا، این یه تیکر دیگه، بقیهش هم همینطوری باید انجام میدم. حتی اینجا رو هم زدم که هم داره خوش میشه اون قسمت رو، و این قسمت هم که طلایش رفته بود همه رو زدم. خیلی راحت میتونید هر چیزی که تو خونه دارید، مثل ظروف فلزی، برنجی، چیزایی که مثلا میشه بعضی ظرف و دسته های سینیا که پروانه های طلایی داره، ها رو تزیینات بر اثر استفاده و شستشو سیاه شده، میتونید با این رنگ طلایی دوباره شما چه کار کنید؟ تازش کنید، نوش کنید. الان ببینید خیلی راحت همون دستشویمونه طلایی‌هاش نوش شد. حالا اینا رو همه رو من بزنم دیگه کارم تموم میشه، کار رنگ کاری تموم میشه. خب اینم از سرویس پذیرایی که ما تغییر رنگ دادیم. در واقع انشالله که از رنگی کردیم خوشتون اومده باشه. دیگه گفتم بهتون هر رنگی که دلتون بخواد میتونید با سلیقه خودتون برای خونه هاتون درست کنید. حالا دفعه ما چون روشن بود برای اینجا، این دفعه تصمیم گرفتم که تیره باشه برای اون یکی خونه. اون رنگا هم که بهتون گفتم به راحتی میتونید تو خونه نگهداری کنید، فقط باید درشون کیپ باشه که هوا نکشه. دیگه گفتم از مراحلش براتون فیلم بگیرم که طریقه کار کردن با این رنگا رو یاد بگیر. مرسی که مثل همیشه همراه من بودی و تا پایان ویدیو وقت خودش رو نگاه کردی. خیلی دوستتون دارم. تا ولاگ و ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.